همراهان گرامی، خوش آمدید به ویژه برنامه دیگری از خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی. طی چند ماه اخیر به یمن انقلاب ژن ژیان آزادی و قیام شکوهمند خلق کرد در شرق کردستان که زمین ساز قیام سراسری در ایران شد، گروه های سیاسی خارج از کشور نیز با گام های استوارتری نسبت به گذشته در صدد ایجاد ائتلاف با همتایان و رقبای سیاسی خود برآمده و در این راستا گام های استرگیرا برای نزدیکتر کردن دیدگاه هایشان برداشتند. ترافیک دیپلماتیک، دیدارهای علنی نشده، رایزنی و مشاوره های درون گروهی و بین گروهی همه در راستای پروردن امیدی برای از میان برداشتن حاکمیت توکراتیک ایران و نیل به آزادی بوده است. در همین راستا سه روز قبل کنفرانسی در بن آلمان تحت عنوان دیداری ژینا و ژیانوا با مشارکت عده‌ای از شخصیت‌های سیاسی و دانشگاهی کرد برگزار گردید. این نشست در رسانه‌های جمعی با انتقاداتی در رابطه با انحصاری بودن مدعوین سیاسی نشست، عدم شمولیت سیاسی، محدوده تنگ جغرافیایی و ایدئولوژیک آن و نیز بازتولید چهره مردانه از سیاست بازتاب یافته است. انصراف برخی از دعوت شدگان از شرکت در آن و نیز امتناع برخی دیگر از مدعوین همحزبی در آن از جمله حاشیه‌های این نشست بوده اند که با برخی از سخنان یکی از سخنرانان دامنه انتقادات را گسترده تر کرده. اما برنامه امروز ما فارغ از پرداختن به این حاشیه‌ها در صدد است از نگاه زنانه به سیاست ورزی در کردستان پرداخته و دلایل بازتولید نگاه مردان سالار در عرصه سیاست را مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا سه مهمان ما را همراهی می کنند. خانم ها عصرین قادری، جامعه شناس، عضو کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، خانم شیوا قلوزی خبرنگار، خانم افسانه بهشتی زاده فمینیست. ضمن خوش آمدگویی به شما مهمانان گرامی، خانم قادری با شما گفتگو را آغاز می کنیم. اگر چه انقلاب ژن ژیان آزادی زنان را بار دیگر در کردستان به عرصه عمومی و سیاست کشاند، اما این دگرگونی در سطح جامعه هنوز نتونسته احزاب سیاسی کرد را یا در کل در حتی در سطح ایران احزاب سیاسی را تحت تاثیر قرار بده. شما دلایل این مسئله را چگونه تحلیل میکنین؟ اینجا عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان گرامی و همچنین بینندگان عزیز تلویزیون آریان تیوی. خب ببینید خانم نگین، من فکر میکنم درسته که به اصطلاح انقلاب ژینا زنان رو در سطح وسیعی به عرصه سیاست و تقابل با سیستم و حاکمیتی که در ایران هستش، همون حاکمیت مردسالارانه کشونده. ولی خب البته که پیش زمینه های این اتفاق باید اینطور بگیم که سال هاست که از طرف فعالین عرصه مخصوصا زنان روش کار شده، ولی خب این به این معنی نیست که زنان چون که در خط مقدم اعتراضات بودن، اون به اصطلاح ذهنیت مرد سالار هم به کلی و یا کلن از بین رفته باشه. در حین همین اعتراضات ما متاسفانه مثلا آمار چندین قتل ناموسی رو در کردستان در سایر جاهای ایران ما دیدیم و اینجاست که ما با مسئله فرهنگ روبرو میشیم و برای فرهنگ سازی من فکر میکنم که زمان زیادی لازم داره که به شکل کامل و یا لااقل به اصطلاح فراگیرتر ما شاهد این باشیم که فرهنگ زن ستیزی و
قدرت مردانه ای که سیستم و حاکمیت سالها روش کار کرده از بین بره و یعنی اشاره در شما به همون مسئله ذهنیت مرد سالارانه که در جامعه وجود داره باید تغییر کنه. بله دقیقا این منظورم این ذهنیت و این فرهنگیه که از طرف به اصطلاح حاکمیت تولید و باز تولید میشه و در جامعه هم رسوخ کرده و در اینجاست که من فکر میکنم حتی احزاب و اپوزیسیون هم مستثنا از این قاعده نیستن و این فرهنگ هم در نرم های دیگه در بین اپوزیسیون و احزاب خارج نشین هم وجود داره و اون تلاشی که برای تحمیل کردن به اصطلاح این فرهنگ مردسالار توی جامعه صورت گرفته به خدمت بیشتر از ده ها و شاید نزدیک به 100 سال و بیشتر هم هست که و البته توی پرانتز یه جاهایی هم این فرهنگ از طرف خود زنان با توجه به مبارزاتی که زنان داشتن چه در سطح احزاب مخالف جمهوری اسلامی و چه کسانی که به نوعی با این فرهنگ زاویه داشتن سال هاست که مبارزه شده و به نوعی عقب نشینی های نسبت به این فرهنگ هم داشتن، ولی خب زنان در این مسیر در این راه متاسفانه هزینه های زیادی دادن، طرد شدن از خانواده هاشون، از جامعه طرد شدن، حتی مجبور شدن حتی مکان زندگیشون رو ترک کنن، به نوعی تبعید بشن و اون دستاندازها و یا انحرافاتی که به نوعی باید من اینطور بگم که اون انحرافاتی که از طرف به اصطلاح شاید فعالین عرصه زنانی که متعلق به جریاناتی هستن که راست هستن و یا سینه چاک خود حتی جمهوری اسلامی هستن در مقابل جنبش زنان و جنبش رادیکال و منظورم بخش رادیکال این جنبش هستش سال هاست که قرار دادن، ولی نکته خیلی مهمی که در این مسیر هست به نظرم این مقاومت ها و تمکین نکردن خود زنان هستش که سال هاست در مقابل جمهوری اسلامی و نیروهای راست همیشه مقاومت کردن و عرض اندام کردن و این اواخر دیدیم که در سطح وسیعی زنان چه ابتکاری چه نوآوری هایی در خود ایران در کف خیابان های ایران دیدیم که زنان در قامت رهبری کننده در قامت زنان جوانی که سالها بود پیرمردهایی که در اون بالا حاکمیت رو در دست داشتن به نوعی به چالش کشیدن و ما دیدیم که چه شگفت‌آوری بود. بله. خانم قلوزی سپاسگزارم. خانم قادری گفتگو رو با خانم قلوزی ادامه میدم. خانم قلوزی با توجه به صحبت‌ها و اشاراتی که خانم قادری نسبت به حضور زنان با توجه به تمام بن‌بست‌ها و مشکلات سیستم جامعه سرمایه و مردسالار و همان ذهنیت مردسالار بهشون اشاره کردن، ما در کردستان با توجه به تاریخ سیاسی احزاب چون کومله که زنان از نخستین روزها در آن شرکت فعالی داشتند و امروز نیز ما کجا رو داریم، جامعه زنان آزاد شرق کردستان که در تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و نظامی در حال فعالیت هستش و یکی از مانیفست های کجار همان شعار جنجیان آزادی است. اما با توجه به این توضیح، با توجه به این پیش درآمد که من بهش اشاره کردم، چرا هنوز احزاب دیگری به عنوان نمونه همین کنفرانسی که 3 روز پیش برگزار شد از حضور این زنان خودداری می کنند؟ ممنون از توضیحتون و درود بر شما و مهمانانتون. خب ببینید، یکی از تفاوت‌هایی که همین جنبش و انقلاب زنان از اولین روزی که شروع شد داشت حضور زنان جوان بود و این که شوکی بود که به اپوزیسیون ایرانی و همچنین احزاب کرد وارد شد. یعنی هیچ کسی تصور این رو نمی‌کرد که در کردستان به خاطر کشته شدن یک زن جوان انقلابی شروع بشه
بشه، آتش انقلابی شروع بشه و حضور پررنگ زنان در کردستان. ما میدیدیم هر روز تصاویری که بیرون میاد، زنان جوانی بودن که بر روی یک نمیدونم صد تا اشغال، حالا یه چیزی که بلندتر از جمعیت هستش، و اون راهپیمایی ها رو، تظاهرات رو رهبری میکردن، و یا اینکه مردان جوانی که در کنار اونها قرار میگرفتن و بسیاری از اونها افتخار میکردن که در یک حرکتی قرار دارن، در یک انقلابی شرکت دارن که رهبری اون به دست زنان هستش. تفاوت های داخل روشحالات کردستان با خارج از روشحالات، حالا که ما در رابطه با حرکت‌های کردی صحبت می‌کنیم، بسیار زیاد بودش. کسانی که جنبش‌های کردی، احزاب کردی که در خارج از روشحالات قرار دارن، متأسفانه شناخت دقیقی از جامعه کردستان ندارن. جامعه کردستان در حال حاضر روشحالات بسیار پیشروتر، بسیار برابرانه‌تر عمل می‌کنه. شناختی که مردان جوان در کردستان و زنان جوان دارن بسیار بیشتر استش نسبت به برابری جنسیتی، و اینکه اون حق رو به زنان داده بشه. در خارج از ایران اما ما یه گروهی از فمینیست ها رو میبینیم که توسط مردان نئولیبرال روشن فکر کرد کنترل میشه اون حرکات فمینیستی، و یه گروه دیگه هم هستن که اصلا به برابری جنسیتی فقط صحبت هاش رو میکنه. همین پدیده ای که ما در نشست آلمان دیدیم، نشست بن آلمان، یعنی شما ببینید یک پنل خاص رو به زنان اختصاص دادن، و این اولین بار نیست. از اولین روز از این انقلاب اگه شما توجه کرده باشید، تمام تلویزیون های فارسی زبان اولا بعد از شروع انقلاب و شنیده شدن این شعار به فارسی، ترجمه کردنش زن زندگی آزادی، همه فکر میکردن یک سری اومدن تغییرش بدن، بگن جنجیان پهلویه، یه سری اومدن بگن نه، به خاطر فرح پهلوی اومده بود میگفت زن نماد زایش، مثل تخم مرغ سر سفره سینه، نمیدونم، هر کسی تحلیلی رو میداد، و بعد از اون متوجه شدن این شعار یه شعار کردستانی هستش. خب یک نفر کرد بیاد و در رسانه‌های فارسی زبان اولویت توضیحات جنجیان آزادی با مردان کرد بود، یعنی این انتقاد به شدت از مردان کرد میشد که چرا شماها نمیگید یک زن کرد مبارز که اون شعار رو زندگی کرده، مفهوم اون شعار زندگی اون هستش، بیا توضیح بده. و مردان کرد رو میدیدیم هر روز در تلویزیون‌های فارسی زبان دارن میگن بعد از 2 ماه من زنان کرد رو دیدم که بیان توضیح بدن، و یا در مصاحبه‌های در راجع به جنجیان آزادی توضیح بدن. حالا در نشست آلمان اصلا جنجیان آزادی، این یک حقیقت هستش که توسط کجار در کردستان روشحالات شنیده شد این شعار اولین بار، و توسط اونها کسایی که مثلا حتی نیروهای مرکزی که اون رو انکار میکنن در جهت حذف این حرکت هستن، میان میگن که اولین بار این شعار رو بر روی دیوار سلول شیرین علمهولی دیدن. خب شیرین علمهولی یکی از گریلاهای کجار بودش که در کردستان فعالیت میکرد. خب شما نمیتونید این حقایق رو حذف کنید، انکار کنید، و بیایید در زیر یک شعاری بشینید که یک گروه اصلی که شعار اصلی اونها هستش حذف بشه و از اونها دعوت نشه و یا اونها موجودیت اونها انکار بشه. و مسئله دیگه ای هم که وجود داره در این انقلاب، در طول انقلاب، در طول این 6-7 ماه، ما میبینیم که حتی حرکت هایی که میگن که ما به فمینیست باور داریم، حتی مردانی که در طول این چند روز نسبت به نشست بن آلمان انتقاد میکردن، خودشون در جمع هایی هستن که مثلا اگر یک نشستی بوده 5 نفر قرار بوده در اونجا باشه، ما تبعیض مثبت داریم در کردستان برای مردان کرد، 3 مرد میان توضیح میدن و 2 زن. همون انتقادی که در بسیاری از فمینیست های موضوعی های فمینیستی میشه، موضوعات نرم و سخت رو سیاسی ها به آقایون واگذار میشه، و موضوعات سافت یا همون که زنان میتونن توضیح بدن، اختصاص میدن به زنان که باید زنان در اون توضیح بدن. بله، سپاسگزارم. برای ادامه بس برمیگردم پیشتون. خانم بهشتی زاده، خانم قلبزی اشاره کردن به پانلی که در آلمان بود که این پانل رو تقسیم بندی کرده بودن، اگرچه چند خانم در کنفرانس بن حضور داشتن، اما حضور آنان به یک فقط به یک پانل محدود شد، همونطوری که خانم قلبزی بهش اشاره کردن. چرا به نظر شما زنان نباید همراه با مردان درباره سیاست نظر بدن و وارد عمل بشن؟ این نباید رو باید ما در ذهنیت مرد سالارانه‌ای که در
احزاب برگزار کننده این شرکت و افراد همسو با این احزابی که در این نشست حضور داشتن جستجو کرد، با ذهنیت مردسالارانه ای که باور به بودن زنان فقط در مسائل زنان داره، حضور زنان در این حوزه داره. این ما میتونیم دقیقا در سازمان‌های زنان در احزاب هم ببینیم. در این سمینار هم این مسئله باز تولید شده، کنج خصوصی برای زنان و این زنان اجازه دارن که فقط در مورد مسائل مربوط به زنان صحبت کنن و قدرت، سیاست، روابط و هر آنچه که خارج از این حوزه خصوصی زنانه هست مربوط به مردان سیاست هست. این به طور سیستماتیک در همه سمینارها، کنفرانس ها، پنل ها، احزاب باز تولید میشه. این ذهنیت مردسالارانه، این ذهنیت مردسالارانه که بودن زنان رو فقط در برای نشان دادن مدرن بودن خودشون میخواد و فردا اگه تصویری از این کنفرانس به بیرون درس کرد که چرا اینقدر مردانه هست این فضا، اشاره میکنن به بودن چند زن. خب این زنان بودن، این زنان هم به عنوان پنلیست صحبت کردن، اما بودن این زنان در واقع باز تولید همون ساختارهای مردسالارانه‌ای هستش که خود این احزاب روزانه اون رو تقویت میکنن. یعنی صرف بودن این زنان در اون جمع نه به نفع جنبش زنان، نه به نفع حقوق زنان، در راستای تقویت اون روابط و ساختارهای سلطه مردسالارانه بوده که زنان رو فقط برای حرف زدن در مورد مسائل مربوط به زنان میخواد، در صورتی که همون سیاست‌های کلان این مسائل مربوط به زنان رو ایجاد کرده، این فرودستی زنان رو ایجاد کرده. زنان و دقیق این با بودن زنان فقط به عنوان رنگ، نه صدا، صدای زنان اونجا دیده نمیشه. حتی اگه صدای انتقاد بشه، خب اینو خیلی کم اهمیت دیده میشه و اصلا بهش اهمیت داده نمیشه، چون باور به این ساختارهای ریشه‌ای ندارن و دقیقا مداوم این ساختارها باز تولید میشن. از طرف دیگه حضور زنانی که یعنی از حضور این زنان استفاده میکنن برای مشروعیت بخشیدن به خودشون، یعنی در واقع میگن این زنان هستن، در نتیجه ما مردسالار نیستیم. میتونه جمهوری اسلامی ادعا کنه ما خیلی از کردها در بدنه ما هستن، اردوغان خیلی از افرادی که در حزب عدالت و توسعه هستن خب کرد هستن. آیا بودن این افراد در این بودن کردها در این ساختارها به معنای وضعیت و جایگاه برابر کردها در اونجا هستش که آیا نشانه از توجه این ساختارهای سلطه به وضعیت اون اقلیت ها هست؟ بدون تردید نه، این افراد بخشی از اون سیستم سرکوبی هستند که بر علیه اون جامعه داره اتفاق میافته. همون افراد کرد در ساختار جمهوری اسلامی، همون افراد کرد در ساختار جمهوری، در ساختار اردوغان چقدر میتونن نقش داشته باشن در سرکوب اون اکثریتی که فرودست هستند؟ متاسفانه بودن این زنان در این ساختارها هم مشروعیت میده و به سرکوب زنان و همینطور نقش دارن. یعنی این فقط به عنوان این نیست که مثلا مشروعیت بخشیدن، این همدستی هست که در آگاهانه یا ناآگاهانه به خاطر منافع زودگذر و یا بودن خودشون در اون فضا به دست میارن، اما در عمل خیانتی هست که به مسئله زن، به مسئله زنان و دیگر اقلیت‌های جنسی. البته ما فراموش نکنیم که در اینجا حتی بودن دیگر اقلیت‌های جنسی به شدت انکار میشه و حتی به عنوان مشروعیت دهی به خودشون هم استفاده نمی‌کنن. البته من البته خانم بهشتی زاده، تنها بودن گروه های جنسیتی، عدم حضور اونها و تنها عدم حضور زنان فمینیست نیست. اینجا حتی گروه های از کردهایی که ما میتونیم در جامعه کردستان از کردهای به حاشیه رانده شده مثلا بهشون اشاره کنین، یعنی نوع این نگاه مثلا تنها مرکز سورانی، این هم هستش دیگه، ما از گروه های دیگه کرد هم در این کنفرانس نمیشنویم. ما دقیقا به نوعی تنوعی که ما در جامعه ایران داریم، این تنوع هم به نحوی دیگه ما در جامعه کردستان داریم و اون مرکزگرایی که ما در عرصه سیاست در ایران میبینیم دقیقا این داره در کردستان
هم تکرار میشه. یعنی به حاشیه ما یه مرکزی درست کردیم که این مرکز سورانی هست، بیشار مکریان هست. یعنی اگه ما به رهبری احزاب نگاه کنیم، خب بیشتر میبینیم از این منطقه هستن. به پنلیست‌ها نگاه کنیم، بیشتر میبینیم که از این منطقه هستن. و نکته جالبی که هست، کسانی که در آلترناتیوهای این وضع موجود هستن بیشتر خارج از این منطقه هستن. یعنی ما بیشتر میبینیم که به عنوان نمونه فمینیست ها یا گروه های دیگر اقلیت های جنسی یا دیگر خارج از این حوزه مکریان هستند. این نوع مرکزگرایی که ما در اونجا میبینیم دقیقا باعث همون بازتولید ساختارهای سنتی، بازتولید ساختارهای عشیره‌ای، بازتولید ساختارهای ضد زن و ضد دموکراتیکی میشه که در اینجا دیده میشه. یعنی اونجای سنترالیزمی به وجود میاد که باعث میشه که خیلی از مردم احساس اکسکلوژن بکنن. یعنی اکسکلودهایی به وجود میاد که در جامعه ما باز هم ما فرودست‌هایی میبینیم، به حاشیه راندگانی میبینیم که دقیقا همون سیاست‌هایی که اپوزیسیون ایرانی، سیستم های دولت ملت ایجاد میکنن، این احزاب کردستان، این فعالین کرد که همسو با این احزاب هستن، به صورت سیستماتیک اینها رو باز تولید میکنن. و نقطه جالبی هست که من این چند روز که انتقادات رو به اون کنفرانس میدیدم، مثلا میگفتن خب چرا یک نفر کسی از مثلا ایلام و کرمانشاه نیست، به این اشاره میکردن که زنی اونجا بود و شعر میخون. این نگاه شاعرانه به مسئله ملیت ها دقیقا مثلا مثل این هست که خب در جمهوری اسلامی هم کتاب مثلا مسئله زبان کردی رو به زبان شرط تولید میدن، مثلا خیلی راحت مثلا میشه اونجا کتاب اشعار رو منتشر کرد یا در حوزه ادبیات. این تقلیل دادن، این نگاه احساسی و فانتزی به مسئله اقلیت ها و هویتی نگاه کردن این مسئله، یعنی این مسئله رو من باید خیلی بهش اشاره کنم که این هویتی نگاه کردن مسئله این اقلیت ها، یعنی صرف بودن یک فرد از کرمانشاه یا ایلام یا صرف بودن زنان رو به معنای توجه به این مسئله میدونن، یا به فرض فردا اگر یک نفر کویر هم اونجا باشه میگن خب این یعنی مسئله ما، این از لحاظ تحت ستم بودگی این مسئله رو بررسی نمی کنن، بلکه فقط از دیدگاه هویتی و صرف بودن اون افراد رو به معنای اهمیت این موضوع در مقابل اونها می بینن. اما می بینیم که حتی این افراد که اونجا هستن دقیقا مشروعیت می دن به همون ساختارهای نادموکراتیک، مرسالارانه که در اون فضاها باز تولید می شه. بله، سپاسگزارم. خانم قادری، شما عضو یکی از احزاب سیاسی کردستان هستید، در اون پانل شرکت نداشتین، چرا؟ بله، بحث بیشتر ممکنه سانسور و یا حذف صداهای دیگه که دوستان دیگه هم اشاره کردن بوده باشه. بحث بیشتر این نیست که دعوت شده از فلان حزب و یا دعوت نشده از جریان به طور خصوصی جریان ما. بحث بر سر اینه که صداهای دیگر رو خفه میکنن و این سیاستی نیست که در خود اعتراضات ایران موجودیت داشته باشه. من فکر میکنم اون تکثرگرایی که در خود ایران و در اعتراضات ایران ما شاهدش بودیم، متاسفانه در بین احزاب و اپوزیسیون خارج کشور دیده نمیشه و به نوعی به سیاست حذف رو در پیش گرفتن و این متناسب با اعتراضات داخل ایران نیستش. من فکر میکنم هر حزبی و یا هر جریانی سیاست و برنامه و استراتژی مختص به خودش رو داره و این رو نمیشه انکار کرد و حزب کمونیست ایران و کمله هم مشخصا برنامه و سیاست خودش رو داره، سایر احزاب هم به همین شکل. ولی خب میشه که در مقاطعی و یا تاکتیکن همکاری هایی با همدیگه داشته باشن در برای گذر از این مرحله‌ای که وجود داره، با تمام احترامی که به این برنامه ها و این سیاست هایی که احزاب مختلف دارن، به نظر من این سیاست کاملا غلطی هستش که اگه بخوایم همون سیاستی که اپوزیسیون راست بیشتر دارن این روزها روش مانور میزنن، ما هم احزاب کردستانی که لااقل به نوعی مطرح هستن، سال هاست که
بر علیه اون ستم مضاعفی که بر ملت کردستان اعمال شده فعالیت میکنن. حالا کم یا زیاد چندان مسئله نیست اینجا، ولی به نظرم این سیاست حذف رو باید بهش نقد کرد، بیشتر در موردش توضیح داد و از کسانی که خودشون رو به اصطلاح صاحب کردستان میدونن و یا صاحب این اعتراضات میدونن رو باید به نوعی تفهیم کرد. من فکر میکنم همونطوری که یکی از دوستان بود فکر میکنم اشاره کردن که وقتی شعار زن زندگی آزادی توی گورستان آیچی سقز سرزده شد، در روز بعدش در تهران ما این شعار رو شنیدیم. یعنی منظورم این تکثر و تنوعی که در بین اعتراضات هستش رو کسی نمیتونه انکار کنه. ما الان هم در جمعه های خونین زاهدان ما انواع و اقسام پلاکارت ها و شعارهای متنوعی رو داریم و این رو نمیشه کسی و یا جریانی اینا رو نادیده بگیره و اون حالت سکتاریستی و دوگمو به اصطلاح صرفا جریان و حزب متعلق به خودش رو برحق تر از بقیه بدونه. من فکر میکنم این تنوع و تکثرگرایی هستش که جنبش رو به اون سرانجامی که قرار باید باشه کمک میکنه و حتی ما تاریخا هم این اثبات شده. در مثلا ما جنبش معلمین رو در سالهای اخیر داشتیم که چقدر منظم و به اصطلاح موفق عمل کردن. این تنوع و تکثری که در بین جنبش معلمین ما شاهدش بودیم شاید در هیچ جنبش دیگه شاهد نبودیم و دیدیم که چگونه تونستن حتی مطالبات خودشون رو به نوعی تحمیل کنن به جمهوری اسلامی. و من فکر میکنم جنبش الان هم باید این تنوع و تکثر رو بپذیره و سیاست حذف و سانسور رو به نوعی کنار بذاره. خانم قلبزی، خانم قادری اشاره به تکثرگرایی میکنن هم در جامعه کردستان و هم در جامعه ایران، اما سیاست حزبی مردانه در کردستان همواره دموکراسی با مرکز و نیروهای اپوزیسیون ایرانی را در مرکز گفتارهای سیاسی خودش قرار میده. به نظر شما نباید دموکراسی را در درون آغاز کرد؟ بله دقیقا همینطوره. باید از ببینید به دلیل همون دیکتاتوری که ما درش زندگی کردیم و مبارزاتی که تو صورت گرفت، چه در دوره پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی، اگر توجه کنید ما همیشه تحت ستم بودیم و این سیاست‌های دیکتاتورها بر روی سیاست کردهای، اگر ما در روشالات کردستان هم در نظر بگیریم، تأثیر داشته و این رو می‌بینیم. اونها هم دارن کم 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 نموده همون سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی داره نشون میده از خودش رو اونها هم تکثر میدن. از اتحاد صحبت میشه، آقای مهتدی با تمام احترام در هر پاراگراف صحبتش 5 بار میگه زن زندگی آزادی، اما وقتی شما 5 بار در یک پاراگراف صحبت کردن میگید زن زندگی آزادی، وقتی در رهبری حزبتون یک زن حضور نداره. همین چند وقت پیش بود، یک هفته پیش بود که ایشون خودشون یک توییتی راجع به خانم ناهید بهمنی نوشته بودن. خب کسانی مثل ناهید بهمنی در حزب کومله کم نیستن، کسانی هستن که تمامی پسران و دختران جوانی که ما در طول این انقلاب دیدیم با خاطرات زنان کومل بزرگ شدن و به خیابان ها اومدن. یعنی این منطقی نیست که ما در کومل نبینیم که در سطح رهبری، حداقل بعد از 44 سال رهبری مردانه، ما یک زن رو در رهبری اون ببینیم و یا در نشستی سیاسی، یعنی از حزب دموکرات و کومله، دو حزبی که در اونجا حضور داشتن، یعنی دو زن نبودن که بیان در رابطه با سیاست صحبت کنن. من زنانی که خانم قربت شما اشاره میکنیم به آقای مهتدی، خب ایشون آماده هستن در ائتلاف‌های مرکز نشینان حضور داشته باشن، اما آماده نیستن این دموکراسی رو و این اداره در داخل کردستان و این ائتلاف رو در داخل کردستان انجام بدن. خیر، و به این موضوع بسیار عجیب هستش که آقای مهتدی داره تلاش میکنه برای اینکه کمپین، من بهش میگم کمپین انتخاباتی، رضا پهلوی رو میاره و بهش مشروعیت میده در جامعه کردستان. یعنی حضور ایشون در جورجستان همین رو نشون میده و همچنین
آقای مهتدی به عنوان یکی از کسایی که در جورجتاون شرکت داره با گروه جورجتاون صحبت میکنه، همکاری داره طبق گفته‌ها و گزارش‌هایی که از خودشون هستش، ولی ایشون با اون به نسبت بهایی که مردم در کردستان روزانه دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنه، نسبت به همین که در حزب کومل، همین حزبی که آقای مهتدی خودش از رهبران سیاسیش هستن، 4 پیشمرگ اونها در حال حاضر در زندانهای جمهوری اسلامی هستش و اصلا هیچ صحبتی ازش نمیشه و طبق سیاستهای مرکز اونها 4 تجزیه طلبن. آقای مهتدی در تمامی نشست ها و گزارش هایی که ازش میشه، ازشون گرفته شده در طول این 7 ماه، یعنی من برام بسیار عجیب هستش که در طول 7 ماه یه از رهبران سیاسی که میرن در تلویزیون های بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و منوتو میشینن و بهشون علنن خبرنگار میگه شما تجزیه طلب هستید. من نمیدونم چجوری یک رهبر سیاسی کرد، من رهبران سیاسی کرد که نه، همون گریلاها و پیشمرگهایی که در کوهستان های کردستان هستن، اگر رضا پهلوی به اندازه هر کدوم از اون پیشمرگها و گریلاهای کردستان، یعنی به اندازه 1 میلیونمه اونها طرفدار در حوزه تهران، شیراز، اصفهان داشت که نمی اومد با کردها بشینه اصلا صحبت بکنه. آتش این انقلاب، مشروعیت که اونها در نشست های اروپایی دارن، در پارلمان های اروپایی میرن صحبت میکنن، مشروعیت اونها رو مردم کردستان و بلوچستان دارن جلو میبرن. یعنی البته خبرنگاران تلویزیون ها یا رسانه هایی که شما بهشون اشاره کردین بیشتر افراد کرد یا حالا رهبران سیاسی یا رهبران ایدئولوژیک کرد که دعوت میکنن، حالت باجوها رو دارن، بیشتر فقط میخوان ازشون بشنون که آیا تجزیه طلب هستن یا نیستن، برای این مسئله دارن داره اشاره میکنن. دقیقاً، و نباید بهشون اجازه داده بشه. یعنی در طول 7 ماه رهبران سیاسی کرد نتونستن تلاش بکنن که واژه تجزیه طلب به یک واژه نژاد پرستانه تبدیل بشه. واژه‌ای هستش که خیلی بسیار اصلا غیر بی احترامی به یک رهبری سیاسی کرد هستش که بره در یک تلویزیون بشینه و مجری بهش بگه شما تجزیه طلب، نه من تجزیه طلب، نه نمی بایستی اینجوری موضع بگیرن. یعنی ما در حال حاضر جمهوری اسلامی داره جوانان ما رو به خاطر تجزیه طلب بودن با همین واژه اعدام میکنه، با همین واژه به خطر انداختن تمامیت ارضی. مگه تجزیه طلب به چه مفهومی؟ مگه ما مواد شیمیایی داریم میخوایم خاک رو تجزیه کنیم، یا اینکه ما به خاطر کرد بودن قیچی دستمون میگیریم و کردستان رو قیچی میکنیم، میبریم وصل میکنیم، میدوزیم به یک قسمت دیگه؟ این واژه های مسخره رو، یعنی در طول 7 ماه رهبران سیاسی ما نتونستن با جدیت کامل، وقتی که شما به عنوان تنها نماینده کردستان از طرف تمامی کردها میرید در اونجا میشینید، پس انتظارات از شما هم بیشتر استش. یعنی 10 میلیون کرد جمعیت کردستان از شما انتقاد میکنه، میبایستی با جدیت بیشتری با آنها روبرو بشن. یعنی شما نمیتونید واژه‌ای رو، رضا پهلوی میاد میشینه از کردها، از کشته شدن ماها باج میگیره از اروپا، میشینه در پارلمان های اروپایی میگه من شاه هستم، ببینید مردم در کردستان و بلوچستان دارن اینجوری اعتراضات میکنن، نمیشه اینها رو بگن و از اتحاد صحبت بکنن. بعد چند روز بعد، همین چند شب پیش بوده که رضا پهلوی در تلویزیون منوتو میگه کسانی که قبیله گرایی کردن حالا میان با ما میخوان بشینن و از اتحاد صحبت میکنن. یعنی اونها رهبران سیاسی ما قبیله گرا بودن، یعنی ما ها قبیله هستیم، اگر قبیله هستیم میریم تو خونه همون میشینیم و این انقلاب رو خودشون جلو ببرن. بله. البته حضور آقای مهتدی در کنفرانس جورجتاون فقط یک برگه برنده برای آقای پهلوی بود که میخواست ادعا کنه که همه ملیت های داخل ایران اونو حمایت میکنن، یعنی در واقع بعد دوره بیفته در اروپا و بگه و از اروپایان باج بگیره. سپاسگزارم خانم قلبازی. خانم بهشتی زاده، من قبل از اینکه از شما پرسشمو بپرسم، در گفتگوهای قبل اشاره کردی به حضور زنانی که در این کنفرانس حضور داشتن،
طبق خبرها و شنیده و گفتگوهایی که با چند نفر از خانمهایی که دعوت شده بودن به کنفرانس و بعد از اینکه ماهیت کنفرانس برشون روشن شده بود اونا انصراف دادن و حاضر نشدن به اون کنفرانس برن و شرکت کنن، خانمهای دیگری جایگزین اون خانمها شدن. آیا و این خانمها کسانی هستن که از آزادگی زن، از شعار زن زندگی آزادی دارن استفاده میکنن، شما اینو چجوری تحلیل میکنید؟ ببینید خب این یه روال روتین هست که وقتی کسانی حضور پیدا نمیکنن این خلا باید به طوری از زن، از افراد دیگه پر بشه و این خب به صورت طبیعی دیده میشه. اما خب وقتی من در صحبت‌های قبلی هم اشاره کردم حضور این زنان، بودن این زنان دقیقا مشروعیت بخشیدن و همین ساختارهای مردسالارانه هست. من اشاره کنم به صحبت‌های خانم غزلوری که ایشون اشاره کردن به بودن خانم ناهیده بهمنی به عنوان یکی از رهبرا این احزاب، بودن خانم ناهیده بهمنی با تمام میتونه بودن خانم ناهیده بهمنی نشانه از به خاطر سکسوالیته این خانم بهمنی هست، یعنی همسر آقای معتدی بودن، نه اینکه ضرورت این حزب و نگاه این حزب به توانایی های خانم ناهیده بهمنی. با تمام انتقاداتی که ما به خانم ناهیده بهمنی و ناکارآمدی های این فرد داریم، من باور دارم اگه فرصت هایی که به آقای عبدالله معتدی داده میشد، به خانم بهمنی داده میشد، حالا خارج از این همسر دبیر کل حزب بودن، خیلی میتونست بهتر و توانمندتر و درستتر از آقای معتدی تأثیر داشته باشن، عملیات داشته باشن. نکته مهم دیگه در این بودن این زنان، عدم عملیات این زنان هست و زنانی هستند که فقط مشروعیت میبخشن. زنان در این احزاب یا به خاطر سکسوالیتشون روش میکنن یا زنانی هستند که عنوان بازوی سرکوب دیگر زنانی که باور به برابری جنسیتی دارن در این احزاب شرکت میکنن. یعنی ما وقتی در خلال گفتگوهایی که با دوستانی که سابقه عضویت در احزاب داشتند و میبینیم در مورد افرادی که الان افراد خیلی معدودی هستند در رهبری ها، کمیته های مرکزی، نه اینکه بگیم در سطح رهبری، و اونجا هم وقتی میبینیم در کمیته های مرکزی دقیقا همین تصویر هستند، نه عملیات، خیلی از اون افراد نقش داشتن در سرکوب بقیه زنان، در به حاشیه راندن بقیه زنان، در باز تولید وضع موجودی که همیشه موجود میمونه. یعنی این میبینیم که هیچ تغییری در ساختار این احزاب دیده نمیشه و اون وضع موجود همیشه باز تولید میشه و این زنان هم سودهای میگیرن از این باز تولید وضع موجود. سپاسگزارم. اما با عرض معذرت از خانم قادری و خانم قلبزی، من آخرین پرسشم از شما میپرسم بعد برمیگردم پیش خانم قلبزی و خانم قادری. تنگ نظری های سیاسی منو از گسترش دامنه ائتلاف های مردانه میشه. خب زنان برای غالب آمدن بر این موانع چه آلترناتیف هایی را میتونن مطرح کنن؟ ببینید ما اونطوری که جنبش زنان همیشه حالا در همه جای دنیا خارج از اون جنبش های دیگری بوده، یعنی مثلا در حالا ما این جنبش چپ بوده، جنبش نمیدونم ناسیونالیستی بوده، همیشه جنبش زنان خارج از اون جنبش یک بنان یک جنبش رهایی بخش جنسیتی عمل کرده. اما ما می‌بینیم در کردستان و مثل دیگر جاهایی که ناسیونالیسمش غلبه کرده، این در هم تنیده هست و به عنوان بخش و زیر مجموعه ای از این احزاب و جنبش ها عمل میکنه و این دقیقا ایرادی هستش که تا وقتی که زنان نتونن مستقلا چه از لحاظ تئوری و چه از لحاظ عملی سازمان های خودشون رو خارج از احزاب داشته باشند، این امکانش این نیست که ما بتونیم که به یک وضعیت برابر برسیم. یعنی ما زنان کرد خارج از احزاب باید برای برابری جنسیتی تلاش کنیم و
در زنانی که در احزاب هستن مثل بقیه مردها، یعنی بدون نگاه جنسیتی اینها باید کار کنن، نه اینکه ما یه فضای خصوصی برای زنان مثل اتحادیه زنان درست کنیم و زنان اونجا باشن و عرصه سیاست برای مردان باشه. ما به نظر من اون چیزی که من یعنی به عنوان یک برای زنانی که در این احزاب هستن از این ساختارها، این اتحادیه زنان از بین برن و به جای اون کمیته های برابری جنسیتی به وجود بیان که نظارت کنن به برابری جنسیتی در این احزاب و اینکه آیا در سطح رهبری برابر هست، در بقیه زنها برابر هست، آیا بودن زنان و جایگاه زنان در اون حزب چگونه است، آیا زنان به خاطر جنسیتشون موانع بازدارنده براشون هست، اینها میتونه خیلی بهتر روش کنه تا این سازمان های زنانی که در درون احزاب هستن و اتفاقا نقش دارن در فرودست بودن اون زنان، در متاسفانه در فرودست کردن اون زنانی که در اون احزاب هستن، این هست. و ما باید و همیشه ما با زنان آگاهانه این ساختارهای مردسالاران رو بشناسیم و ناآگاهانه نقش نداشته باشیم در باز تولید این ساختارهای مردسالارانه ای که گاهن جاهایی میریم که ما فقط رنگ هستیم. زنان از ما استفاده میشه، بگم زنان هم داریم، نه ما اونجا فقط صدا نیستیم، عملیات نداریم. و این تا وقتی به نظر من ما زنان تا وقتی که در جای عملیات نداشته باشیم، نبودنمون به بودنمون میچربه و این رو ما باید همیشه توجه داشته باشیم که به خاطر اینکه ما بودن موقتیمون در یک فضای غیر دموکراتیک، مردسالارانه و ناانسانی نقش نداشته باشیم در این ساختارها. برای همین من باور عمیق دارم که ما زنان باید مستقلن، یعنی زنان نه، یعنی فعالین حوزه زنان، ما میتونیم زنان سیاسی من داشته باشیم که در احزاب باشن، فعالین حوزه زنان باید مستقلن خارج از احزاب کار کنند و بتونن یه جنبش مستقل زنان به وجود بیارن. خانم قلب‌عزیزی، پرسش من اینه که تنگ نظری های سیاسی مانع از گسترش ائتلاف های مردانه میشه، زنان برای غالب آمدن بر موانع چه آلترناتیف هایی را میتونن مطرح کنن؟ یکی از آلترناتیف هایی که زنان اون رو دارن جلو میبرن همین کاری که در روشلات کردستان داره انجام میشه، مطالبه‌گر هستن به شدت و حق خودشون رو میگیرن. یعنی قبلا پلتفرم هایی که از ما تمامی گرفته شده بود، جسارت نسل جدید بیشتر استش، بسیار مستقیم میان و دایرکت مطالبات خودشون رو میگن و میخوان. همین کاری که در همین بعد از نشست بن آلمان انجام شد، یعنی انتقاد شدید به همون کسایی که در بحث‌های سیاسی شرکت می‌کردن. به نظر من در حال حاضر در کردستان بیشتر از این که به انتظار میره از زنان که بیان صحبت کنن، از مردان کرد هم انتظار داریم. ما مردان کردی که سالهای سال هستش تمامی پلتفرم‌های سیاسی اجتماعی رو در دست دارن و در حال حاضر هم به نظر من در نشست بن آلمان میبایستی کسانی که شرکت میکردن در اونجا، هر کدوم از مردانی که در اونجا حضور داشتن، میبایستی یک زن رو به جای خودشون معرفی میکردن، میگفتن من حق ندارم در اینجا حضور داشته باشم طبق اون هدف انقلابی که صورت گرفته و بحثی که در اونجا زنان از اولویت های اون بحث بودن و طبق اصلا همون اسم نشستی که در اونجا انجام شده. میبایستی از مردان هم انتظار میره، از مردان کرد هم انتظار میره، نه اینکه مثل گذشته بیان تمامی پلتفرم ها رو تسخیر کنن به اسم خودشون. ما تا امروز تمامی مردانی که کردی که به برابری جنسیتی اعتقاد دارن میان میگن خب شما صحبت نکنید، من میام در مورد آناتومی بدن زن صحبت میکنم و بسیار شایسته تر و بایسته تر شما میتونم صحبت کنم. در مورد اینکه زنان در از لحاظ بیولوژیکی چه مشکلاتی دارن، ما چنین مردانی رو نمیخوایم.
مردان اینو میخوایم که نیاز داریم که نقش خودشون رو در جامعه مردسالارانه کردستان بپذیرن که سالهای سال هستش که اونها به نسبت مرد بودن دارن از امکانات کردستان استفاده میکنن. ما بسیاری از کسایی رو میبینیم که اومدن تا در کردستان بودن، خب طبق قوانین ایران از منافع مردسالارانه اون سیستم، قوانین، شهر، همه چیز بهره بردن، حالا میان در اروپا میگن خب ما فمینیستیم دیگه، حالا اومدیم و میایم در مورد بیولوژی بدن زن به واسطه داشتن خب دوست دختر یا نمیدونم خوندن 4 کتاب یک شناخت، نه به این شکل نه، اونها بپذیرن که چه تأثیرات منفی در جامعه مردسالار کردستان دارن، بپذیرن که نقش خودشون رو در مردسالاری و کنار بکشن. اگر در اون نشست سیاسی که 5 نفر از اون آقایونی که نشسته بودن، حداقل 2 نفر جایگاه خودشون رو در اختیار یکی از زنانی که زنان سیاسی کم نیستن در اروپا، زنانی که بسیار با جسارت بیشتری هم صحبت میکنن در همه جا، ما دیدیم در این مدت میگفتن خب یکی از این زنان بیان در این نشست بشینه، من انتظار ما بیشتر از مردانی بودش که در اونجا حضور داشتن و جایگاه ما زنان رو در اونجا اشغال کردن. بله، خب شما آیا برای فائق آمدن بر مسئله سانسور اونو چی؟ ببینید وقتی که یک نفر میاد مثل آقای پهلوی میاد در مورد بلوچستان صحبت میکنه در یک پارلمان اروپایی با چند نفر اروپایی صحبت میکنه و نمیگه که در اون جمعیت بر علیه اون هم میگن در جمعه های بلوچستان به طور خاص مینویسن که نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری، وقتی اون شعار رو انکار میکنه داره موجودیت خودش رو هم به خطر میندازه، موجودیت خودش اون اعتبار رو نداره که برای منی که دارم میشینم گوش میدم و در پارلمان های اروپایی هم اونها هم بررسی میکنن و شناخت دارن. وقتی که مردان کرد هم ما زنان کرد رو نادیده میگیرن، در حقیقت در جامعه کردستان، در جامعه ایران، اونها دارن اعتبار و اون موجودیت خودشون رو هم انکار میکنن. یعنی وقتی که اونها خواستهای ما زنان رو نبینن، وقتی که اونها حضور ما رو انکار کنن در جامعه اپوزیسیون ایرانی در اروپا، ما هم صحبت میکنیم و سیاست های اونها رو به چالش میکشیم. وقتی ما سیاست های اونها رو به چالش میکشیم، اون موجودیت، اون اعتباری که مردان کرد سیاسی میان و صحبت میکنن که میگن زن زندگی آزادی، ما زنان باید وجود داشته باشن، اقلیت ها، خب این زنان و اقلیت هایی که شما ازش صحبت میکنید و میگید حضورشون برای شما مهم هستش، در حال حاضر در کجا هستن؟ در این نشست، در نشست های کردها کجا هستن؟ در رهبری حزب خود شما کجا هستن؟ اینها تماما موضوعاتی هستش که میتونه اونها رو به چالش بکشه و اعتبار صحبت کردن اونها رو هم از بین ببره. وقتی که زنان از این انقلاب فاصله بگیرن، از این جنبش ها، از این نشست ها فاصله بگیرن، مطمئنا چیزی برای صحبت کردن وجود نداره. خانم قادری، از شما هم همین پرسش رو میخوام بپرسم، با توجه به اینکه شما عضو یه حزب سیاسی هم هستین، این تنگ نظری های سیاسی رو که مانع از گسترش دامنه ائتلاف های مردونه میشه، زنان، با توجه به اینکه شما یک زن هستی و در یک اپوزیسیون سیاسی دارین فعالیت میکنین، برای غالب آمدن برای مامانه چه آلترناتیو هایی دارن؟ بله، همونطوری که دوستانم اشاره کردن، من فکر میکنم باید آلترناتیو تمکین نکردن رو در پیش گرفت. همونطوری که زنان تا به الان در پیش گرفتن، ولی متاسفانه با توجه به اون دستاندازها، با توجه به اون انحرافاتی که جلوی پای زنان قرار دادن، نتونستن اونطوری که شاید و باید به اهدافشون برسن به اصطلاح. و اشاره شد که سازمان مستقل خودشون رو داشته باشن زنان. من فکر میکنم تا الان هم زنان کم نداشتن سازمان‌های مستقل به خودشون رو، و این فکر میکنم بله میتونه کمک کنه، ولی در بطن خودش نمیتونه تنها راه و یا تنها دلیل باشه برای اینکه زنان بتونن به اون اهداف واقعی خودشون برسن. به نظرم همین وادار کردن مردان به این که زنان هم بخشی از جامعه هستن باید در اولویت کار قرار بگیره. اینکه بخشی از جامعه هنوز
هنوز به این واقعیت باور ندارن که زنان هم بخشی از جامعه هستن. خب حتی اگر زنان به تنهایی هم سازمان مستقل خودشون رو داشته باشن، بازم نمیتونن اون طوری که باید و شاید کارهاشون رو به پیش ببرن. به نظرم ایناست که میتونه به زنان کمک کنه اینکه کار متشکل داشته باشن، چه در احزاب و چه به شکل مستقل میتونه یاری برسونه. خانم بهشتی زاده اشاره کردن به اینکه زنان سازمان مستقل داشته باشن در درون احزاب. آیا شما الان به عنوان کسی که در درون یک احزاب دارین فعالیت میکنین، آیا این استقلال رو دارین که بتونین در تصمیم گیری های سیاسی مستقل و زنانه با رویکردی زنانه قضاوت کنین مسائل رو؟ بله، همین الان هم ما کمله سازمان مستقل زنان خودش رو داره، ولی دامنه فعالیت با توجه به اینکه اون دستاندازهایی که اشاره شد در مقابل زنان هستش، به طور عموم در بین تمامی احزاب خب ما هم شامل این موضوع میشیم و این چیزی نیست که از این قاعده ما هم مستثنا بشیم. متاسفانه این روابطی که در جامعه حاکم هستش متاسفانه دامنگیر تک تک به نظر من هم احزاب شده و هم جامعه‌ای که زنان در اون زندگی میکنن، و در وهله اول باید زنان این سیاست و آلترناتیو تمکین نکردن در مقابل اینکه زنان هم به رسمیت شناخته بشن به عنوان نیمی از جامعه، و در این راستا باید تلاش ها صورت بگیره. بله، سپاسگزارم. بینندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رسیدیم. من از مهمانان برنامه سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتن و من بار دیگر مهمانانم را معرفی میکنم. خانم ها عسرین قادری، جامعه شناس، عضو کمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، خانم شیوا قلوزی خبرنگار، خانم افسانه بهشتی زاده فمینیست، فعال فمینیستی. بینندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رسیدیم. اما راهکار برای خلق‌های ایران، سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک که میتونه همه تفاوت‌های جنسیتی، فرهنگی، ملیتی رو و مذهبی رو در خودش جای بدیره، میتونه پاسخگو باشه و همچنین در کردستان نیست. ائتلاف و دموکراسی باید از درون آغاز بشه. سپاسگزارم که تا این وقت برنامه ما را همراهی کردید. تا دیدار دیگر، شاد و پاینده باشید. We'll be right back.